دوشنبه 18 اسفند هیئتی از نمایندگان بلندپایه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای انجام سفری دو روزه و گفتگو با مقام های جمهوری اسلامی وارد تهران شد. هدف از انجام این گفتگوها رفع ابهام از پاسخهای ایران به دو موضوع باقی از مرحله سوم همکاری های ایران و آژانس است موضوع انفجارهای قوی و نیز محاسبات و انتقالات نوترونی که در مرحله سوم همکاری های دو جانبه ذکر شدند در این مذاکرات پیگیری خواهند شد همچنین قرار است که موضوعهای بعدی مورد نظر آژانس در قالب توافق چارچوبی برای همکاری مورد بررسی قرار گیرد یوکی آمانو رئیس آژانس المللی انرژی اتمی پیشتر گفته بود جمهوری اسلامی نتوانسته است در این دو مورد آژانس را قانع کند آمانو هفته گذشته در نشست فصلی شورای حکام می این نهاد بار دیگر در گزارشی دو پهلو ضمن تاکید بر پایبندی ایران به توافق ژنو گفته بود تهران هنوز به برخی پرسش ها پاسخ نداده است مقام های آژانس بین المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی در ماه اخیر دست به انجام گفتگوهایی در جهت رفع پرسش های آژانس در مورد ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ایران زده بودند روز گذشته بهروز کمالوندی معاون و سخنگوی سازمان انرژی اتمی در گفتگو با ایرنا با اشاره به دو موضوع اخیر از مرحله سوم همکاری‌های دوجانبه گفت توضیحات ارائه شده از سوی ما کافی بوده است و بیشتر از این نیز توضیح خاصی ندارد آقای کمالوندی همچنین تصریح کرده بود طرح همکاری های گام به گام ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی بر این فرض استوار است که پس از نهایی شدن موضوعات مختلف هر گامی سراغ گام های بعدی برویم از این رو تا این دو موضوع نهایی نشود سراغ گام های بعدی نخواهیم رفت از سوی دیگر علی اکبر سالهی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت آنان میگویند این پاسخ ها کافی نیست در حالی که این برداشتی یک طرفه است زیرا ما هر پاسخی بدهیم طرف مقابل ممکن است بگوید کافی نیست آقای صالحی خاطر نشان کرد که جمهوری اسلامی به 18 پرسش مطرح شده از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاسخ داده است سفر هیئت بلندپایه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران در حالی انجام می‌گیرد که تلاش‌های دیپلماتیک برای حل و فصل مناقشه هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی همچنان ادامه دارد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه هفدهم اسفند ماه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی تصریح کرد که در طی حدود یک ماه آینده نتیجه گیری در این مورد ممکن خواهد بود که آیا جمهوری اسلامی قادر به پذیرش یک معامله خواهد بود یا نه آقای اوباما تهدید کرد کشورش مذاکره با ایران را پایان میدهد اگر این کشور تضمین لازم مبنی بر صلح بودن برنامه هسته را ندهد رئیس جمهوری آمریکا گفته مذاکرات با ایران به مرحله ای رسیده که اکنون سوالات فنی آنچنان مطرح نیستند و مذاکرات به تصمیمات سیاسی نیاز دارند. به اعتقاد وی آمریکا و دیگر کشورها باید فرصت کافی داشته باشند در صورت تخطی ایران از توافقنامه تصویب شده نسبت به اقدام این کشور واکنش نشان دهند مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر برنامه هسته ای ایران در اواخر اسفند ماه پی گرفته خواهد شد گفتگوهای هیئت‌های ایران و آمریکا از قرار معلوم در سطح وزیران خارجه معاونان و مقامات عالی فنی دو کشور در روزهای 24 تا 29 اسفند ما در لوزان سوئیس برگزار می شوند. این مذاکرات آخرین دور گفتگوها در سال 93 خواهد بود که احتمال می رود دو طرف بتوانند در آن به یک چارچوب کلی از توافق دست یابند. تبلیغات پنهان دو جناه تندرو و محافظه کار برای به دست گرفتن ریاست خبرگان رهبری در روزهای اخیر به اوج رسیده است. اجلاس سالانه خبرگان رهبری قرار است فردا برگزار شود. قرار است در نخستین روز این اجلاس جانشینی برای محمد رضا مهدوی کنی رئیس پیشین خبرگان تعیین شود که تابستان امسال درگذشت. در قوانین ایران فرصتی رسمی برای اعلام کاندیداتوری برای ریاست خبرگان و انجام تبلیغات برای آن وجود ندارد اما دو جناه تندرو و میانه رو در روزهای اخیر به طور رسمی از ضرورت انتخاب کاندیداهای مورد نظر خود سخن گفتند. در روزهای گذشته پیامهایی در شبکه وایبر منتشر شده است که به عنوان نوعی تبلیغات انتخاباتی برای اکبر هاشمی رفسنجانی کاندیدای جناح میانه رو تلقی شده است. همچنین رضا تقوی عضو جامعه روحانیت مبارز تهران که از سخنگویان تندروها به حساب میآید با انتقاد از آقای هاشمی رفسنجانی از انتخاب هاشمی شاهرودی جانشین موقت مهدوی کنی به ریاست خبرگان خبر داده است. آقای تقوی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم در خصوص سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی که گفته بود اگر فرد ناسالح برای ریاست مجلس خبرگان رهبری کاندیدا شود من نیز کاندیدا میشوم گفت مطلبی که آقای هاشمی رفسنجانی درباره ناسالح گفته معتقدم که واژه ناسالح باید تفسیر و معنی شود و باید گفته شود که ناسالح از نظر آقای هاشمی رفسنجانی یعنی چه آقای تقوی گفته است ما در خبرگان فرد ناساله با آنچه در جامعه و حوزه فرهنگ عمومی این اصطلاح معنی می شود نداریم. یعنی نمایندگان خبرگان همه صالح و آدمهای خوب، عادل، متدین، فاضل، مجتهد و ولایت مدار هستند. آقای تقوی همچنین گفته است آنچه الان بیشتر بر سر زبان هاست بحث ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی در خبرگان است. من فکر می کنم خبرگان به نتیجه خوبی برسد و تصور می کنم روی آقای هاشمی شاهرودی توافق اکثریت وجود داشته باشد. همزمان مصطفی تاجزاده زندانی سیاسی اصلاح طلب از اکبر هاشمی رفسنجانی خواست است تا بدون نگرانی از پرونده مهدی هاشمی کاندیدای ریاست خبرگان شود. آقای تاجزاده در پیامی به هاشمی رفسنجانی که در فیسبوک همسر آقای تاجزاده منتشر شده با تاکید بر شرایط حساس کشور از آقای هاشمی رفسنجانی خواسته نگذارد که فرد مورد نظر جنتی و مصباح یزدی رئیس مجلس خبرگان شود آقای تاجزاده همچنین خطاب به آقای هاشمی رفسنجانی گفته نگران به گروگان گرفته شدن پرونده مهدی هم نباشید حد اکثر مدتی به زندان می آید و آب دیده می شود و بر می گردد. در تحولی دیگر در همین زمینه طرفداران امام جمعه بوجنورد از ورود فائزه هاشمی دختر اکبر هاشمی رفسنجانی برای سخنرانی در این شهر جلوگیری کردند. به نوشته سایت تابناک امام جمعه موقت بجنورد با اشاره به اعتراضات مردم در پی دعوت از فائزه هاشمی برای سخنرانی در استان گفته حضور منصوبان فتنه آرامش استان را برهم میزند. زند. بنابر قانون اساسی ایران خبرگان رهبری باید نقش نظارت بر رهبری و تعیین جانشینی را انجام دهد. انتشار اخباری درباره پیشرفت بیماری رهبر جمهوری اسلامی که مبتلا به سرطان است بر حساسیت اجلاس فردای خبرگان افسوده است. منتقدان علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در خبرگان در اقلیت قرار دارند و معمولا از سخنگفتن در اجلاس های رسمی خبرگان باز داشته می شوند. علی محمد دست نماینده منتخب مردم استان فارس در مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌ای خطاب به دیگر اعضای این مجلس از سکوت آنها در قبال حصر موسوی و کروبی انتقاد کرده و این حصر بدون محاکمه عادلانه را نیز غیر شرعی خوانده است. آقای دستقیب همچنین از دیگر اعضای این مجلس خواست است تا در این اجلاس نظارت استثبابی شورای نگهبان بر انتخابات خبرگان را لغو کنند تا رابطه بین خبرگان و مراجع و مردم قطع نماند. این مرجع تقلید در استان فارس در بیانیه خود از اعضای مجلس خبرگان خواست در اجلاسیه آتی سکوت خود در قبال هشت سال قارتگری بیت را بشکنند و خواهان محاکمه عاملانه به انحطاط کشیدن اقتصاد کشور شوند. هفته همین اجلاس رسمی دوره اخیر مجلس خبرگان قرار است در روزهای سه شنبه و چهار شنبه نوزدهم و بیستم اسفند ماه در تهران برگزار شود. دادگاهی در مسکو میگوید که یکی از پنج نفری که در ارتباط با قصر بوریس نمسوف سیاستمدار مخالف دولت روسیه بازداشت شده اند اعتراف کرده که در تیراندازی یک هفته پیش دخالت داشته است بوریس نمسوف معاون سابق نخست وزیر روسیه و از منتقدان سرشناس ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور اواخر ماه فوریه در مسکو به ضرب گلوله به قتل رسید زور دادایف یکی از معاونین سابق فرماندهی پلیس چچن و آنزار گوباشف که برای یک کمپانی خصوصی امنیتی در مسکو کار میکرد روز گذشته در جمهوری اینگوشتیا که در همسایگی چچن واقع است دستگیر شدند هر دوی این افراد اکنون رسما به قتل بوریس نمسوف متهم شدهاند هرچند آنزار گوباشف که او هم اهل چچن است هرگونه دخالتی در این قتل را رد کرده است رمضان قدیرف رئیس جمهور چچن که با حکم آقای پوتین در سال 2007 منصوب شد گفته است که آقای دادایف یک مسلمان مؤمن بود که از کاریکاتورهای پیامبر اسلام در نشریه فرانسوی شارلی عبدو شدکه شده بود محققان روس قبلا گفته بودند در حال بررسی این احتمال هستند که آقای نمسوف به خاطر دفاع علنی از نشریه شارلی عبدو کشته شده باشد سه مزنون دیگر هم که امروز در دادگاه حاضر شده اند اظهار بیگنایی کرده اند. اما یکی از نمایندگان تیم تحقیقاتی به دادگاه گفته است که شواهدی حاکی از دخالت آنها در این قتل وجود دارد. این سه نفر هم کمتر از یک هفته پیش در ارتباط با قتل بوریس نمسوف بازداشت شدند. پلیس میگوید که یک مزنون ششم با نزدیک شدن پلیس در گروزنی پایتخت جمهوری چچن خودکشی کرد. چهار نفر از مزنونان غیر از دادایف در جمهوری اینگوشتیا هم مرز با چین دستگیر شدند. بوریس نمسوف 55 ساله در حالی که همراه دوست دخترش روی پلی در مسکو قدم میزد با شلیک چهار گلوله از پشت کشته شد. او روز سهشنبه گذشته در مسکو به خاک سپرده شد. جنرالین قتل آقای نمسوف را محکوم کرده و ولادیمیر پوتین خواهان پایان دادن به قتل‌های سیاسی شرم‌آور در روسیه شده است با این حال الکسی ناوالنی از چهره های ممتاز مخالف دولت چرمرین را به دستور ترور نمسوف متهم کرده است تا مخالفان را در خلال مشکلات فزاینده اقتصادی مرعوب کند آقای نمسوف در حال جمع آوری شواهدی در ارتباط با نقش ادعایی روسیه در جنگ داخلی اوکراین بود سردار سرتیب حسین اشتری از فرماندهان جنگ ایران و عراق طی حکمی از سوی رهبر جمهوری اسلامی جانشین اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی شده است آقای اشتری خرداد ماه سال جاری جانشین فرمانده نیروی انتظامی و رئیس پلیس اطلاعات و امنیت شده بود گرچه در حکم رهبر جمهوری اسلامی به مدت زمان این پست اشاره نشده اما خبرگزاری فارس میگوید آقای اشتری به مدت سه سال فرمانده نیروی انتظامی شده است آقای احمدی مقدم روز 18 اسفند ماه گفت سال گذشته از آیت الله خامنه ای خواسته بوده فرد دیگری را برای فرماندهی نیروی انتظامی منصوب کند اما رهبر ایران اردیبهشت ماه امسال حکم فرماندهی آقای احمدی مقدم را برای یک سال دیگر تمدید کرد او میگوید اول اسفند امسال بار دیگر درخواستش را از رهبر ایران تکرار کرده و این بار مورد موافقت آیت الله خامنه ای قرار گرفت نام اسماعیل احمدی مقدم در دوران طولانی حضورش در عالیترین مقام نیروهای نظامی جمهوری اسلامی با سختگیری و بگیر و ببند همراه شد و نیروهای تحت امر او در مقابل اعتراضات مردمی سال 88 در همکاری و همراهی با نیروهای سپاه و بسیج خشونت زیادی در سرکوب نشان دادند. هرچند آقای احمدی مقدم همواره از مظلومیت نیروی انتظامی سخن گفته و منکر برخوردهای بار ناجا شده است. مرگ ستار بهشتی به نویسی که زیر شکنجه پلیس فتا کشته شد در دوران فرماندهی احمدی مقدم رخ داد. و او صرفاً برخی قصورهای نیروهای تحت فرماندهیش را پذیرفت. بازداشتگاه مخوف کهریزک هم زیر نظر این نیرو قرار داشت که برخی از بازداشت شدگان منتقل شده به آن زیر شکنجه جان باختند. او اما مدعی شد که به شدت با انتقال بازداشت شدگان به کهریزک مخالف بوده اما سعید مرتزوی اصرار به انتقال این افراد به کهریزک داشته است. موضوعی که سعید مرتزوی نیز آن را انکار کرد. فرمانده نیروی انتظامی در تاریخ دوازدهم اسفند ماه دوباره از حادثه کهریزک یاد و آن را باعث بیداری پلیس معرفی کرد وی گفت داستان تلخ کهریزک باعث بیداری در پلیس شد و پس از آن ما به سمت توجه بیشتر به حقوق شهروندی پیش رفتیم او عنوان کرد که ما باید از حوادث تلخ پیش آمده همچون داستان کهریزک عبرت بگیریم و امروز در برابر آن حادثه زبانی جز عذرخواهی نداریم و تنها قادر به جبران بخشی از آثار تلخ آن هستیم سال گذشته در آخرین روزهای دوران ریاست جمهوری آقای عبدالله گل بسیاری مشتاق بودند در مورد آینده سیاسی او بیشتر بدونم برخی تحلیلگران معتقد بودند با فرض پیروزی آقای اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری احتمالا مدل پوتین مدودوف در ترکیه هم اجرا خواهد شد بدین معنا که با قرار گرفتن آقای اردوغان در سمت ریاست جمهوری عبدالله گل نیز سکان هدایت دولت رو به عنوان نخست وزیر به دست خواهد گرفت خود او اون موقع بارها اجرای مدل در ترکیه رو مردود دونسته بود و در مورد آینده سیاسی خودش و نوع فعالیتاش به طور واضح اظهار نظری نکرده بود با این حال انتخاب احمد داود اغلو به سمت نخست وزیری در سال 2004 دست کم به این بحث برای مدتی پایان داد اما مرحله نخست انتخابات پارلمانی ترکیه چند روزی است که آغاز شده عبدالله گل هم خودش رو برای این انتخابات نامزد کرده تا گمان زنی ها برای نخست وزیری او قوت بگیره در این رابطه روزنامه جمهوریت ترکیه نوشته که عبدالله گل با هدف نخست وزیری به دنیای سیاست بازگشته این گونه دستبندی ها و چینش هایی که در واقع در آستانه انتخابات پارلمانی در حال شکلگیری هستش حتی موجب شده تا کمال قلیشتار اغلو رهبر حزب جمهوری خواه معتقد باشه که آقای ارغان در فکر جایگزینی برای احمد داود اغلو در سمت نخست وزیری هستش البته میدونیم از سو هم خود آقای ارغان در پی تغییر سیستم سیاسی در ترکیه هستش با این همه واکنش آقای ارغان به نامزدی آقای عبدالله گل در انتخابات پارلمانی رو روزنامه یعنی شفق باستاب داده این روزنامه نوشته ارغان در واکنش به ثبت نام عبدالله گل برای انتخابات پارلمانی گفته که اقدام زیبایی است و امیدوارم منشأ خیر باشه به موازات همین رویدادهای انتخاباتی احمد داود نخست وزیر کنونی هم خبر داده که رقابت های انتخاباتی خودش رو از استان هاکاری کلید خواهد زد با این همه باید دید در فاصله چند ماه مانده به انتخابات پارلمانی و با حضور مجدد آقای عبدالله گل در عرصه سیاسی چه تغییر و تحولاتی رو در این زمینه ما شاهد خواهیم بود به ویژه در حوزه رهبری حزب عدالت و توسعه با توجه به اینکه بحث تغییر سیستم سیاسی از سوی آقای ارغان و حزب عدالت و توسعه با جدیت این روزها دنبال میشه این نکته رو هم اضافه بکنم که هنوز هم نظرسنجی ها حکایت از اون داره که حزب عدالت و توسعه کماکان از دو رقیب عمده خودش یعنی حزب جمهوری خلق و حزب حرکت ملی محبوب تره اگرچه این محبوبیت به اندازه سالهای پیش نیست تبلیغات پنهان دو جناه تندرو و محافظ کار برای به دست گرفتن ریاست خبرگان رهبری در روزهای اخیر به اوج رسیده است. اجلاس سالانه خبرگان رهبری قرار است فردا برگزار شود، قرار است در نخستین روز این اجلاس جانشینی برای محمد رضا مهدوی کنی رئیس پیشین خبرگان تعیین شود که تابستان امسال درگذشت در قوانین در ایران فرصتی رسمی برای اعلام کاندیداتوری برای ریاست خبرگان و انجام تبلیغات برای آن وجود ندارد اما دو جناه تندرو و میانه رو در روزهای اخیر به طور رسمی از ضرورت انتخاب کاندیداهای مورد نظر خود سخن گفتند. در روزهای گذشته پیامهایی در شبکه وایبر منتشر شده است که به عنوان نوعی تبلیغات انتخاباتی برای اکبر هاشمی رفسنجانی کاندیدای جناح میانه رو تلقی شده است همچنین رضا تقوی عضو جامعه روحانیت مبارز تهران که از سخنگویان تندروها به حساب میآید با انتقاد از آقای هاشمی رفسنجانی از انتخاب هاشمی شاهرودی جانشین موقت مهدوی کنی به ریاست خبرگان خبر داده است آقای تقوی در گفتگو با خبرگزاری تصنیم در خصوص سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی که گفته بود اگر فرد ناسالح برای ریاست مجلس خبرگان رهبری کاندیدا شود من نیز کاندیدا میشوم گفت مطلبی که آقای هاشمی رفسنجانی درباره ناسالح گفته معتقدم که واژه ناسالح باید تفسیر و معنی شود و باید گفته شود که ناسالح از نظر آقای هاشمی رفسنجانی یعنی چه آقای تقوی گفته است ما در خبرگان فرد ناساله با آنچه در جامعه و حوزه فرهنگ عمومی این اصطلاح معنی می شود نداریم. یعنی نمایندگان خبرگان همه ساله و آدمهای خوب، عادل، متدین، فاضل، مجتهد و ولایت مدار هستند. آقای تقوی همچنین گفته است آنچه الان بیشتر بر سر زبان هاست بحث ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی در خبرگان است. من فکر می کنم خبرگان به نتیجه خوبی برسد و تصور می کنم روی آقای هاشمی شاهرودی توافق اکثریت وجود داشته باشد. همزمان مصطفی تاجزاده زندانی سیاسی اصلاح طلب از اکبر هاشمی رفسنجانی خواست است تا بدون نگرانی از پرونده مهدی هاشمی کاندیدای ریاست خبرگان شود. آقای تاجزاده در پیامی به هاشمی رفسنجانی که در فیسبوک همسر آقای تاجزاده منتشر شده با تاکید بر شرایط حساس کشور از آقای هاشمی رفسنجانی خواسته نگذارد که فرد مورد نظر جنتی و مصباح یزدی رئیس مجلس خبرگان شود آقای تاجزاده همچنین خطاب به آقای هاشمی رفسنجانی گفته نگران به گروگان گرفته شدن پرونده مهدی هم نباشید حد اکثر مدتی به زندان می آید و آب دیده می شود و بر می گردد. در تحول دیگر در همین زمینه طرفداران امام جمعه بوجنورد از ورود فائزه هاشمی دختر اکبر هاشمی رفسنجانی برای سخنرانی در این شهر جلوگیری کردند. به نوشته سایت تابناک امام جمعه موقت بوجنورد با اشاره به اعتراضات مردم در پی دعوت از فائزه هاشمی برای سخنرانی در استان گفته حضور منصوبان فتنه آرامش استان را برهم میزند. زند. بنابر قانون اساسی ایران، خبرگان رهبری باید نقش نظارت بر رهبری و تعیین جانشینی را انجام دهد. انتشار اخباری درباره پیشرفت بیماری رهبر جمهوری اسلامی که مبتلا به سرطان است، بر حساسیت اجلاس فردای خبرگان افسوده است. منتقدان علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در خبرگان در اقلیت قرار دارند و معمولا از سخن گفتن در اجلاس های رسمی خبرگان بازداشته می شوند. علی محمد دست قیب نماینده منتخب مردم استان فارس در مجلس خبرگان رهبری در بیانیه ای خطاب به دیگر اعضای این مجلس از سکوت آنها در قبال حصر موسوی و کروبی انتقاد کرده و این حصر بدون محاکمه عادلانه را نیز غیر شرعی خوانده است. آقای دستقیب همچنین از دیگر اعضای این مجلس خواست است تا در این اجلاس نظارت استثوابی شورای نگهبان بر انتخابات خبرگان را لغو کنند تا رابطه بین خبرگان و مراجع و مردم قطع نماند. این مرجع تقلید در استان فارس در بیانیه خود از اعضای مجلس خبرگان خواست در اجلاسیه آتی سکوت خود در قبال هشت سال قارتگری بیت را بشکنند و خواهان محاکمه عاملانه به انحطاط کشیدن اقتصاد کشور شوند. هفدهمین اجلاس رسمی دوره اخیر مجلس خبرگان قرار است در روزهای سه شنبه و چهار شنبه نوزدهم و بیستم اسفند ماه در تهران برگزار شود.